با سلامی گرم خدمت بینندگان عزیز برنامه خانه پرستش، حال شما چطوره؟ من جیلبرت هستم، مجری این برنامه، و دعا میکنم هر جایی که هستین در خداوند پیروز باشین، شاد باشین، آرام باشین. کلام خدا در مزمور 135 میگه هللویا، نام خداوند را تسبیح بخوانید. امروز در برنامه خانه پرستش این کار رو میخواییم انجام بدیم و کنسرت نمیدیم، پس شما ملحق بشین با ما، بیایید خداوند رو تسبیح بخوانیم. ای بندگان خداوند تسبیح بخوانید، ای شما که در خانه خداوند میستید. بگذارید ترجمهش بکنم. ای شما که خانه پرستش رو نگاه میکنید، در صحنهای خانه خدای ما، زیرا خداوند نیکوست، نام او را بسرایید، زیرا که دلپسند است. عزیزان، یک دلیل فقط کافیه برای ما برای پرستش، چون که خداوند ما خداوند عالی هست، خداوند نیکویی هست، و نیکویی خداوند رو در زندگیمون دیدیم، چون که ما رو از منجلاب گناه کشیده و ما رو نجات داده. خدا رو شکر میکنم که امروز با عزیزان دیگه در این ست هستیم که میتونیم خدا رو بپرستیم. بچه خیلی خیلی خوش اومدید. من معرفی بکنم، برادر یوناتان، آتینه و رامونا، خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون از دعوتتون. خواهش میکنم، بیایید با هم دیگه در مورد این نام که خوندیم بخونیم. عظیم است نام تو عیسی، عظیم است نام تو عیسی، جلال بر نام تو عیسی، قدرت از آن تو عیسی، ستاییم نام قدوست عیسی. هللویا 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 هللویا، ستاییم نام قدوست عیسی. عظیم است، عظیم است نام تو عیسی، جلال جلال بر نام تو عیسی، قدرت از آن تو عیسی، ستاییم نام قدوست عیسی. همه با هم بخونیم هللویا 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 هللویا، ستاییم نام قدوست عیسی، عظیم است نام تو عیسی، شکر جلال بر نام تو عیسی، قدرت از آن تو عیسی، ستاییم نام قدوست عیسی. هللویا 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 هللویا، ستاییم نام قدوست عیسی. عظیم، عظیم است نام تو عیسی، بله خداوند، جلال بر نام تو عیسی، جلال و شکوه از آن توست، قدرت از آن تو عیسی، ستاییم نام قدوس. یک بار دیگه، عظیم است نام تو، عظیم است نام تو عیسی، جلال بر نام تو عیسی، قدرت از آن تو عیسی، ستاییم نام قدوست عیسی. شکر،
هللویا، خداوند ما واقعا شایسته است که با سرودها رو بپرستیم، اینطور نیست؟ واقعا وقتی که پولس و سیلاس در زندان افسوس بودن، موقعیتشون موقعیت پرستش نبود، اما وقتی دهان به پرستش باز کردن، هرچند که مذبح پرستششون کوچیک بود اما ایمان قوی. و ما بقیه اعمال رسولان 15 رو میدونیم که چه اتفاقی افتاد. فکر کنم امروز مذبح ما کوچک اما ایمان قوی و توپر. آمین آمین. خدا رو شکر، چقدر زیبا گفتین، مفید و مختصر. خدا رو شکر. برادر یوناتان، شبان 3 کلیسای مختلف هستند در آمریکا و خدا برکتتون بده برای خدمتتون، برای خدمت پدرتون کشیش یوسف نازنین، واقعا قلب بسیاری رو لمس کرد، هم با موعظاتش هم با شخصیتش زندگیش و مخصوصا با سرودهاش. و امروز یکی از این سرودها رو ما خواهش کردیم که شما بندهاشو بخونید، بندگردان همه با هم خواهیم خزرایید. یک شب تنهای تنها غرق بودم درون غم، در این دنیای فانی نبود برایم همدم. آسمان دنیای من خورشیدی نداشت، شیطان در درون قلبم بز غم میکاشت. آسمان دنیای من خورشیدی نداشت، شیطان در درون قلبم بذر غم میکاشت. بین آن تاریکی ها چشم من نوری را دید، فریاد زدم ای خدا، او صدایم را شنید. او عیسی بود، او عیسی بود، نزد من آمد، با یک دنیا شادی آمد، در قلبم نشست شد. او عیسی بود، او عیسی بود، نزد من آمد، با یک دنیا شادی آمد، در قلبم نشست. چون نورش تابید بر من، روشن شد دنیای من، شیطان تا عیسی را دید، بذرش برداشت و گریخت. دیگر امروز آزادم من از دام غم‌ها، می سرایم هللویا بر نام عیسی. دیگر امروز آزادم من از دام غم‌ها، می سرایم هللویا بر نام عیسی. شکر. واو، چقدر عالی بود. من واقعا دوست دارم چطور برادر یوسف این رو نوشته که اول شروع میکنه با غم، یک شب تاریکی تنها، غرق، گناه، غم، اینها رو همش چیزای منفی است که زندگی هر کدوم از ما هست، با منفی شروع میشه، در گناه متولد شدیم، ولی در آخر خدا رو شکر که سرود زندگی ما میتونه اینطور تمام بشه، دیگر امروز آزادم من. آمین. از غم‌ها و میسرایم هللویا برنامه ایست. شکر شکر بحبه. شکر. و چقدر زیباست اینجا میتونیم ادامه بدیم در همین راستا، به جای غم ها، رنج ها و غصه ها، میپذیرم شادی خدا. بیننده عزیز، اگه شما امروز در غم هستی، بدونید که شادی خداوند در دسترس هست، بسیار نزدیک است. عیسی مسیح در رو میکوبه، اگه باز بکنی قلبت رو، وارد میشه و با خودش شادی میاره، با خودش آرامش میاره و غم ها تو بیرون میندازه، دیپرشن تو بیرون میندازه، و این هست کار خداوند ما عیسی مسیح. به جای غم ها،
رنج و غصه ها، میپذیرم شادی خدا. به جای گناه، شرم و اشتباه، آزادی آمد در نام عیسی. میپذیرم خداوند، میپذیرم خداوند، میپذیرم در نام عیسی. یک بار دیگه میپذیرم. میپذیرم خداوند، میپذیرم خداوند، میپذیرم در نام عیسی. به جای غم ها، به جای غم ها، رنج و غصه ها، میپذیرم شادی خدا. به جای گناه، به جای گناه، شرم و اشتباه، آزادی آمد در نام عیسی. آزادی آمد، میپذیرم. میپذیرم خداوند، میپذیرم خداوند، میپذیرم در نام عیسی. میپذیرم، میپذیرم خداوند، میپذیرم خداوند، میپذیرم در نام عیسی. یک بار دیگه، به جای غم ها، به جای غم ها، رنج و غصه ها، میپذیرم شادی خدا. به جای گناه، به جای گناه، شرم و اشتباه، آزادی آمد در نام عیسی. هللویا. این آزادی کار مسیح خداوند ماست. میپذیریم. میپذیرم خداوند، میپذیرم خداوند، میپذیرم در نام عیسی. هللویا. میپذیرم، میپذیرم خداوند، بله خداوند، میپذیریم از دستای تو آزادی مسیح رو، شادی او رو میپذیرم در نام عیسی. شکر، شکر. کلام خداوند میگه که شادی خداوند قوت ماست. در هر ضعف، در هر موقعیت که باشیم، شادی خداوند قدرت ماست. آمین. و واقعا قدرت داره. میدونید من بارها این رو گفتم، من خداوند ما رو واقعا دوست دارم، عاشقش هستم. یکی از دلایلش این است که خدای عملی هست. فقط خدای تئوری نیست که بگیم خداوند این یک تصویری است که ما میبینیم روی تلویزیون یا یک نقاشی بسیار زیبایی است که روی تابلو. نه، از اون تابلو بیرون اومده، از تلویزیون بیرون اومده، میاد تو خونه های ما، میاد با ما چای میخوره، با ما صحبت میکنه. عملیه. میاد این آزادی که در مورد صحبت میکنیم، همه ما داشتیم تجربیاتی، منم شخصا، که در گناهان خاصی بودیم، ولی آزادی مسیح میتونه شامل حال ما هم بشه. آمین. شکر. شکر. اگه خودمون رو تقدیم بکنیم، تقدیم نمایم خود را با حمد، ای روح خدا. تقدیم نمایم خود را با حمد، ای روح خدا شکر که هدیه نمودی عیسی را به ما. ملجا و صخره من پدر، ای سرور من شکر هدیه نمودی عیسی را به ما. ضعیف گوید قوی هستم، در فرغانی هستم،
هستم، این از طریق خدای زنده. ضعیف گوید قوی هستم، در فقر غنی هستم، این از طریق خدای زنده. زنده. ادعا کنیم. هللویای خدای پدر، خدای زنده، واقعا به حضور تو میایم، به حضور تو میایم و قلب‌های خودمون رو ای خداوند رو تقدیم میکنیم. خدای زنده، میخوایم که واقعا تو در ما عمل کنی ای خداوند، میخوایم که در پرستش ما ساکن باشی ای خدای زنده. دعا میکنم ای خداوند که روح قدوس تو بر هر اون که این برنامه رو میبینه و با ما ای خداوند همراهی میکنه در این پرستش ای خداوند جاری بشه، بریزه ای خداوند و پر کن اون خونه هایی که دارن خداوند و درش تو رو پرستش میکنن ای خدای زنده. میخوام که به نام پاک و مقدست مسیح خداوند هر غم، هر شکستگی، هر بار، هر افسردگی که هست ای خداوند و به نام تو ای خداوند و از اون خونه ها بیرون بره ای خدای زنده. شکرت میکنم که میشنوی و جواب میدی. به نام پاک و مقدست دعا کردیم. آمین. 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 تقدیم نمایم خود را. تقدیم نمایم خود را با هند، ای روح خدا شکر هدیه نمودی عیسی را، به ما ملجا گستخه پدر، ای سرور من شکر که ادیه نمودی ایسارا. بله خداوند متشکریم از تو. ضعیف چنین گویم، ضعیف گویم قوی هستم، به خاطر مسیح امروز حتی در فقرمون غنی هست، در ضعفمون قوی هستیم. این از طریق خدای زنده. وقتی دل شکسته، گران بار و خسته، در ظلمت گناه گم گشته، به پای صلیبش افتادم پشیمان، از آنجا تا به نور ایمان. مسیحا مسیحا نورت بر من تابید، مرا از گناهان رهانید، رهانید. مسیحا نگاهت آن مهر و صفایت، مرا بخشید شادی و حیات. گرچه مسکین و گور، لیکن پر از غرور، تا بار گناهم شد آشکار. آنگه من به پای آن مصلوب افتادم، آنجا از ظلمت کرد آزادم. مسیحا مسیحا نورت بر من تابید، مرا از گناهان رهانید، رهانید. مسیحا نگاهت آن مهر و صفایت، مرا بخشید شادی و حیات. هر ظلمت رخت بسته، بندهایم گسسته، طلوع کرده عیسی در قلبم. مسیحا نگاهم به نور رو
نجاتم ز فیض و رحم توست. مسیحا مسیحا نورت بر من تابی، مرا از گناهان رهانید رهانید. مسیحا نگاهت آن مهر و صفایت، مرا بخشید شادی و حیات. شکر، آمین آمین. چه افتخاریه که هیچ کاری نکردیم، فقط فیض خداوند، رحمش، فیض شادیش، حیاتش نصیب حال ما هم شده. و نصیب حال یک عزیز دیگه در ایران شده، شعرهای متفاوتی نوشته، فرستاده به اسم فرزانه پور محمدی. خدا شما رو برکت بده، چقدر کارتون زیبا بود. فکر کنم 9 تا یا 10 تا شعر فرستادن، یکیشون رو برادرانتون میخونن. از قلب فرزانه به گوشهای ما و احساسات ما. میگه زندگی من رنگ یک رویاست، شکل یک خواب و شکل یک رویاست. عشق این رویا حامی جانم، منجی عالم، شبان اعظم. با تو تنهایی میشه خلوت کرد، با تو تنهایی میشه خلوت کرد، درد و رنج ها رو میشه کم رنگ کرد. تو همین جایی روبروی من، با من و قلبم، ای خداوندم. در تو دردی نیست، در تو دردی نیست، نه غم و نه اندوه. تو خداوندی و خالق و معبود. تو کشیدی این رنج و تنهایی، تو گرفتی این درد و رسوایی، ای خداوندم، منجی عالم. تو همه عشق و مرهم جانم، تو عظیمی و تو پر از قوت. نیست مثال تو هیچ کجا هیچ کس. خیلی قشنگ، خیلی حرفه‌ای، خیلی زیبا. و یکی از یکی زیباتر، من نمیستم کدوم یکیشو انتخاب بکنم. خدا برکتتون بده، عالی. خداوند این حس موسیقی، حس شعر رو در همه ما تقریبا گذاشته. تا به حدی همه ما میتونیم یه چیزایی بنویسیم، یه چیزایی بخونیم، و این رو عمدن خداوند داده که اولا لذت ببریم. مثل خوردن، یک هدیه ای است که به مدت روزی چند بار لذت ببریم از زندگی. و شعر و موسیقی هم به همین حالت که لذت ببریم، بخونیم برای خداوند. و من میخوام شما رو تشویق بکنم، بینندگان عزیز، هر جایی که هستین برای خداوند بسرایید، با هر کلمه ساده ای هم که میاد. همه ما فرزانه پور محمدی نیستیم، ولی به خودی خود میتونیم یه شعر ساده حتی درست بکنیم، هللویای آمینی بندازیم توش. اگه هم کلمه پیدا نمیکنیم، مثل من که تو سرودم همیشه هللویا میندازم چون کلمه کم میارم، ولی خدا رو بپرستیم. مسیح است نورم، حیاتم، راه و راستی و نجاتم. مسیح است نورم، مسیح حیاتم، راه و راستی و نجاتم. مسیح است نورم، مسیح حیاتم، راه و راستی و نجاتم. هللویا هللویا، حیات عیسی افزون در ماست. هللویا هللویا، جلال عیسی اکنون در ماست. بیایید فیضش را به سراییم، از دل و جان سرود بخوانیم. بیایید فیضش را به سراییم، از دل و جان سرود بخوانیم. هللویا هللویا، حیات عیسی افزون در ماست. هللویا هللویا، جلال عیسی اکنون در ماست. اعلام نماییم، اعلام نماییم فیض عیسی را، آن منجی و آن خداوند را. اعلام نماییم فیض عیسی را، آن منجی و آن خداوند را. تو پر جلال، تو پر جلالی، تو پادشاهی، جلالت میدهیم عیسی. تو پر جلالی، تو پادشاهی،
جلالت می دهیم عیسی. هللویا هللویا هللویا، حیات عیسی افسون در ماست. هللویا هللویا، جلال عیسی اکنون در ماست. جلال عیسی، جلال عیسی اکنون در ماست. جلال عیسی، جلال عیسی اکنون در ماست. آمین. شکر. در این یک دقیقه و نیم آخرمون، آیا چیزی در قلبتون هست که بگید، مخصوصا به بینندگان عزیزمون در ایران؟ یکی از سوره‌هایی که سرایدی میگفت این از طریق خدای زنده. خیلی از مواقع ما فکر میکنیم که واقعا طریقهای خداوند خیلی متفاوته از مال ما، چون با افکار ما نمیخوره. اما میخوام اینو بگم که اگر واقعا در موقعیتی هستیم از زندگیمون که سخت، دشوار، غیر قابل تصور، غیر قابل توصیف و غیر قابل حتی ادامه است، نگران نباشیم، بیستیم و خداوند طریقهایی داره، راههایی داره که اونجا برای ما مفری ایجاد بکنه. کلام خدا میگه هر جا که گناه یا شرارت یا نیاز، احتیاج زیاده، که فیض خداوند هم بیشتر اونجا هست. پس بسپاریم خودمون رو به طریقهای خداوند، مسلماً از طریقهای ما بهتر خواهند بود. بله، آمین آمین، خدا رو شکر. من یه فقط میخوام بگم که عزیزان بدونن که اگه ما اینجا نشستیم توی آمریکا، حتما همه چی خوب پیش نمیره، ولی که خدا اینقدر وعده هاش امینه که و عادل هستش در وعده هاست که ما فقط به اون میتونیم اطمینان کنیم. و کلام خدا میگه هر که تا به آخر صبر کند. یعنی ما باید صبر کنیم و باید به اون اطمینان کنیم. آمین آمین. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم یوناتان، آتینه، رامانا، خیلی خیلی خوش اومدین. هم اول گفتم هم آخر خوش اومدین به حال. و بینندگان عزیز خانه پرستش، دعا میکنم که خانه شما خانه پرستش باشه. تا برنامه بعدی، خدا حافظ.